برای صحبت بیشتر در این باره، افضل رضا، کارشناس امور پاکستان و افغانستان از اسلام آباد با ما همراه هستند. سلام، وقتتون بخیر. آقای افضل رضا، سخنان جاوید احمد بیگ، فعال اجتماعی سیاسی کشمیری در شورای حقوق بشر سازمان ملل، تا چه با واقعیت نزدیک است؟ بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما همکار گرامی و بینندگان محترم شبکه موسنالیسم. خب جایی هیچ شکی نیست که طی 2 دهه اخیر معضل افراط‌گرایی و تندروی گروه های فرقی به ویژه در رسان وهابیت در پاکستان عرصه را بر جامعه شیعه مظلوم پاکستان تنگ کرده است. برای مثال شهر بارچنار از 1 دهه اخیر شاهد جنب و جوش هایی بوده که گروه های تروریستی، تکفیری ها یا همون گروه های ضد شیعه، علی‌رغم این که نیروهای امنیتی، دستگاه های اطلاعاتی پاکستان اشراف کامل به این اقدامات ضد شیعه در این منطقه دارن، ولی ما شاهد هیچ گونه اقدامی برای سرکوب این عناصر نیستیم. حتی همین لحظه که بنده دارم با جناب عالی در این خصوص صحبت میکنم، آتشباری در مرز پاکستان افغانستان پس از حملات هوایی پاکستان علیه تروریست‌های طالبان پاکستان باعث شد تا نیروهای طالبان افغانستان بدون هیچ دلیلی اماکن مناطق مسکونی به ویژه در شهر پارچنار که فقط محل سکونت غیر نظامیان و جنبش شیعیان هستن رو دارن هدف قرار میدن و هیچ صدایی در حمایت از این مردم که چرا طالبان افغانستان داره اون حساب خودشو به جای اینکه بخواد درگیری با ارتش پاکستان داشته باشه داره برای با شیعیان پارچنار تصفیه میکنه. به ویژه اینکه در عملیات هایی که طی چند سال اخیر مشاهده قربانی شدن غیر نظامیان در پاکستان بودیم، بیشترین اونا شیعیان تشکیل میدن که چه در شهر کویت از جامعه هزارها گرفته، چه در شهر کراچی که بیشترین تراکم جمعیت شیعیان داره و چه شیعیان شهر پارچنار و گلگیت بلتستان در شمال پاکستان. بله. متاسفانه در این سالها ما علی‌رغم اینکه نهادهای دولتی مدعی هستند که اجازه نمیدن عرض اندام بشه واسه تروریست ها در کشور، ولی همچنان شاهد هدف قرار گرفتن اقلیت شیعه در این کشور هستیم. بله، در رابطه با وضعیت شیعیان در ایالت های مختلفی که در گزارش به آنها اشاره شده لطفاً توضیح بفرمایید. خب با توجه به شهر اسکردو که در یکی از شهرهای شیعه نشین در شمال پاکستان یا همون ایالت گلگیت بلتستان حساب میشه، شاید ما دچار مشکلی برای شیعیان نباشیم چون تراکم جمعیت در شهر اسکردو بلتستان زیاده. اما در شهر گلگیت بله، متاسفانه نیروهای ضد شیعه و وهابیه در شهر گلگیت عرض اندام کرده و طی سال اخیر بسیاری از اعضای جامعه شیعه به ویژه جوانان تحت ظلم و ستم قرار گرفته و گاهن در برخی از عملیات های سوری به شهادت میرسن یا توسط نیروهای امنیتی به اتهام ترویج فرقه گرایی بازداشت میشن. در شهرهای پارچنار نیز خود شیعیان دست به دست هم داده و علیه تروریست ها و نیروهای وهابی جبهه تشکیل داده و جایی که لازم ارتش پاکستان و دیگر دستگاه های پلیس و امنیتی دست به کار بشن تا بله. امنیت این شهر و شیعیان رو تعیین کنن، ولی ما مشاهد هستیم که خود نیروهای شیعه دست به کار شده و علیه تکفیری‌ها و وهابی ها دست به اقدام میکنن. در شهرهای کویت هم که اخیرا جناب علی هم در گزارش عنوان فرمودیم که ترور هدفمند شیعیان هزاره همچنان در بلوچستان اتفاق میفته و متاسفانه دولت اقدام موثری برای تعقیب و سرکوب قاتلان شیعیان انجام نمیده. بله، آینده شیعیان در پاکستان را با توجه به روی کار آمدن دولت جدید چگونه ارزیابی میکنید؟ البته یک نقطه امیدی میشه تعریف کرد در انتخابات اخیر پاکستان. برای اولین بار یک حزب شیعه توانست نامزد خودش رو به مجلس، یعنی پیروز بشه و به مجلس راه پیدا کنه. آقای حمید حسین از حزب مجلس وحدت مسلمین از همین شهر شیعه نشین پارچنار رو توانست یکی از سیاستمدارای سنتی از حزب مردم رو شکست بده و وارد مجلس بشه. شاید اینم جالب باشه که وزیر کشور فعلی پاکستان هم شیعه هستش. آقای سید محسن رضا نقوی
قبلا سروزیر دولت انتقالی در ایالت پنجاب بود و الان از سوی نخست وزیر، نخست وزیر جدید پاکستان، به عنوان اعضای کابینه دولت و به عنوان وزیر کشور یک مقام بسیار کلیدی و مهم تلقی میشه، منصوب شده. ولی با این وجود ما باز هم شاهد کارشکنی ها واسه احقاق تأمین حقوق شیعیان هستیم. البته بنده امیدوارم با روی کار آمدن شخصیت های شیعه در مجلس و در کابینه دولت، ببیشه در رأس اون وزیر کشور، بشه شیعیان یک قدرت نمایی بکنه و برای حق خودشون بتونن بجنگن. بله، بسیار متشکرم از شما، افضل رضا، کارشناس امور پاکستان و افغانستان از اسلام آباد.